Mr. Ambassador, VOA. تشکر از حضور با تلویزیون آشنای صدای آمریکا و وقت شما. روند انتقال مسئولیت های امنیتی به خود افغانان در بخش های از هفت ولایت افغانستان نزدیک شده است. تحت شرایط آید آل در جریان سه سال آینده روند تسلیم دهی مسئولیت ها از آیسف و نیروهای افغان چگونه انجام خواهد شد شهرها و ولایتی که در بخش اول وارد مرحله انتقال می شوند نیروهای امنیتی افغان از قبل در آن در رهبری قرار دارند به گونه مثال اگر شما به منطقه چون کابل بنگرید نیروهای امنیتی افغان در آن در رهبریت بوده و ماموریت ها را خود آنان انجام می دهند پس از یک جهت تغییر فاحشه برای این بخش ها رونما نخواهد شد اما با اینکه ما به انتقال مسئولیت ها ادامه می دهیم و چنانچه من از رئیس جمهور کرزی توقع دارم این ممکن دوره دوم از مناطق دیگری را اعلام کند که در جریان فصل خزان در آن انتقال مسئولیت ها آغاز گردد ما شاهد تغییر رهبری امنیت به گونه بهتر آن از نیروهای آیساف به نیروهای افغان خواهیم بود و این مسئله استوار بر این امر حقیقی است که در جریان 18 ماه گذشته آیساف نیروهای امنیتی افغان را تعلیم داده و ما نیز در تلاش بلند بردن شمار 350 هزار اردو و نیروهای پلیسی افغان هستیم. قبل از تسلیم دهی مسئولیت ها، چه معیارها و اهداف نیاز است قبل از اینکه انتقال مسئولیت در کدام ولایت صورت گیرد سه مشخصه عمده در آن ارزیابی میگردد نخست وضعیت امنیتی و توانایی نیروهای امنیتی افغان در آن منطقه قبل از تسلیم دهی هر گونه مسئولیت بدلیل دلیل اینکه این, این روند غیر قابل برگشت بوده ما باید به گونه کلی اطمینان حاصل کنیم که نیروهای افغان توانمندی کامل در آن منطقه را دارا اند. میار و یا مشخصه دوم حکومتداری است ما باید اطمینان حاصل نماییم که مسئولین محلی افراد کافی و درستی را با خود داشته که آنان قادر به رسانیدن میزان کافی خدمات برای شهروندان خود باشند و آن در یک حد ابتدایی مناسب مد نظر گرفته شده است ما لزوما از خدمات بسیار مشکل و پیچیدنی سخن نمیگویم. اما این کار نیازمند یک حد قابل قبول حکومتداری است که مردم در آن ولایت و یا آن منطقه بر مقامات محلیشان اطمینان کامل داشته باشند میار و یا هم مشخصه سیوم حصول یقین بر انکشاف و گسترش به حد کافی آن است تا باعث گردد که مردم در آن مناطق از روند انتقال حمایت واقعی نمایند در بخشایی که قرار است روند تحویل دیهی مسئولیت ها در نخست انجام شود، آیا به نظر شما مسئولین افغان آماده روی روی با آزمون ها هستند؟ well, uh, uh... چندی پیش من به ولایت هلمند سفر کرده و با آقای منگل والی آن ولایت گفتو شنیده داشتم، او دقیقا یک اطمینان خوبی را از خود نشان داد من توانستم در یکی از بازارها در شهر لشکرگاه به گونه قدم بزنم که شاید این کار برایم در زمان نچندان گذشته در آنجا ناممکن بود من بر این مسئله مطمئن هستم اما باید این را بدانیم که انتقال به معنی واقعی چه است هیچ کسی نمیگوید در مناطقی که شامل روند انتقال شدن هیچ رویداد امنیتی در آینده واقعی نخواهد شد این چیزی نیست که ما یا مقامات افغان آن را ابراز نماییم چیزی را که بیان می‌داریم این است که در نقطه‌ای که رویداد امنیتی واقع گردد نیروهای افغان توانایی مبارزه با آن را خواهند داشت اگر به شماری از واقعات خشن و دشوار اخیر در قندهار، هرات و تازه‌ترین آن که بالای هتل کانتیننتال کابل بود نگاه کنیم چیزی که در این حادثات بد مؤثر دریافت می‌گردد آن دوش و نحوه است که نیروهای افغان برای حل و اداره آن انجام دادند همه آنها سریع و با تلفات اندک به پایان رسیدند اینها همه معاملیت های مؤثر بودند. ما شاهد واقعیت امنیتی بیشتر در مناطقی خواهیم بود که انتقال مسئولیت ها در آن صورت می گیرد. در این باره من شکی ندارم. اما متقین هستم که نیروهای افغان قادر به اداره آن خواهند بود. شما به حملات اشاره کردید و به خصوص حمله اخیر بر هتل انترکانتیننتال کابل. زیر چه شرایط قوای ایالات متحده و آیسف می توانند در چونین رویدادها دخالت کنند؟ و یا به با قوای افغان کمک کنند و کدام طرف در این راستا تصمیم خواهد گرفت زمانی که یک منطقه مشمولی روند انتقال گردد تقاضا باید از جانب مقامات افغان صورت گیرد آنها باید اگر به با کمک احتیاج دارند آیساف و یا دیگر مقامات را زمانی که انتقال کامل گردیده آگاه سازند و نقش آنها همین است و گونه عمومی این موضوع در مورد انتقال مسئولیت امنیتی به افغانستان است در بخش راه حل سیاسی اگر طالبان تصمیم بازگشت در سال 2015 را گرفتند چه اتفاق خواهد افتاد؟ موضع ناتو در قبال این مسئله چیگونه خواهد بود؟ من کسی را نمی بینم که فکر کند طالبان مانند گذشته که در افغانستان اقتدار داشتند بتوانند دوباره بازگردند. ما باید روی یک پروسه سلحامیز که طبق آن طالبان به چهارچوب سیاسی افغانستان بازگردانده شوند غور نماییم. اما آن هم طوری که حقوق تمام افغانها ها را درک کرده با آن احترام گذاشته و از آن حمایت به عمل آورند ما به یک پروسه سیاسی احتیاج داریم اما آن یک پروسه سیاسی به اساس هر قیمت ممکن نخواهد بود تلفات غیر نظامیان یکی از موضوعات عمده و نگران کننده است. آیا شما بر این عقیده هستید که انتقال مسئولیت ها این دشواری را حل خواهد کرد؟ تلفات غیر نظامیان واقعا یک موضوع حساس است و خورسندم که آن را مطرح ساختید. در افغانستان بیش از 85 درصد تلفات غیر نظامیان از جانب شورشیان صورت می گیرد. مهم است تا همه دلایل واقعی تلفات غیر نظامیان را درک کنند ولی کشته شدن هر غیر نظامی برای خانواده آن یک فاجعه است و ما آن را درک می کنیم. این خیلی دردناک است زمانی که یک زن، یک طفل یا یک مرد جان خود را به خاطر معمولیت نظامی از دست می دهد. آیسف به هر قضیه تلفات غیر نظامیان رسیدگی می کند و ما کوشش می کنیم تا از آن درس بگیریم که چگونه بتوانیم تلفات غیر نظامیان را در آینده کاهش دهیم. این یک پروسه جدی است و دلیل بر جدیت آن این است که ما از صدمه که کشته شدن حتی یک غیر نظامی به هدف ما وارد می سازد و آن در صورت که مردم بدانند که آیساف باعث آن شده است آگاه هستیم. اینکه آیا انتقال مسئولیت امنیتی باعث کاهش تلفات غیر نظامیان خواهد شد من پاسخی برایش ندارم که دلیل آن شورشان و جنگ در افغانستان است غیر نظامیان همواره خود را در شرایط خطرناک خواهند یافت و آنچه ما باید انجام دهیم و مطمئن هستم که مقامات افغان نیز انجام خواهند داد این است که اطمینان حاصل کنیم که ما هر آنچه در قدرت داریم انجام می دهیم تا این تلفات را کاهش دهیم Is to make sure that we are doing everything which we can to minimise uh, those casualties. Uh, just, just to follow this question, yeah. you s it is, it is, it has always been said that we are trying to learn from the.